به آره هدایت زندانی سیاسی در نهمین روز از اعتصاب غذای خود در زندان اوین در نامه ای از مردم خواست به جای او نگران ایران باشند این فعال دانشجوی سابق در این نامه بار دیگر بر خواسته خود مبنی بر سرنگونی جمهوری اسلامی تاکید کرد به آره هدایت اعتصاب غذای خود را در اعتراض به مرگ مشکوک جواد روحی در زندان درخواست برای آزادی الهه محمدی و نیلوفر حامدی دو خبرنگار زندانی و نیز حمایت از یک سال مقاومت بیامان زنان آزادخواه ایران آغاز کرد در روزهای گذشته هفتاد فعال دانشجوی سابق و فعلی و نیز خانواده روحی با انتشار متنی خطاب به هدایت از او خواستند به اعتصاب غذای خود پایان دهد هدایت در واکنش به این درخواستها نامه زوین منتشر کرده که نسخه ای از آن به دست ما رسیده او در آن گفته نگران من نباشید نگران ایران باشید او اعتصاب غذای خود را به مسابع تجدید عهدی با وجدان عمومی ایرانیان برای آزادی خیزش انقلابی ایرانیان در پی مرگ محسا و احترام به خانواده های دادخواه و رنجوریشان از سرکوب روزهای اخیر خواند اشاره هدایت به موج بازداشت دستکم به تن از اعضای خانواده های قربانیان از سوی حکومت طی یک ماه گذشته و در آستانه نخستین سالگرد مرگ حکومتی جینا امینی است. این فعال سیاسی زندانی تأکید کرد که اعتصاب غذای او در برابر حقیقت هایی که حکومت قصد دارد بازور و زنجیر به جای حقیقت غالب کند ناشیز است و در عین حال خطاب به کسانی که خواهان شکستن اعتصاب غذایش شدن دفسود جان و آزادیش وقتی مهم است که بتواند سیل وجدان عمومی جامعه به تحقق اراده براندازی جمهوری اسلامی اضافه کند. 17 شهریور خانواده جوادی روحی با انتشار متنی خطاب به بهاره گفتند وجودش برای ملت ایران ضروری است و از او خواستند تا به اعتصاب غذای خود پایان دهد جواد روحی از معترضان بازداشتی خیزش انقلابی بود که سال گذشته در دادگاه انقلاب به سه بار اعدام محکوم شد او در زندان به طرز مشکوکی جان خودش را از دست داد علاوه بر خانواده او همچنین بیش از هفتاد فعال دانشجوی سابق و فعلی دانشگاه های ایران هم با انتشار نامه‌ای درباره اعتصاب غذای هدایت ابراز نگرانی کرد و گفتند هیچ مبارزه اصلی بدون اهمیت دادن به جان شهروندان نمیتواند پایدار باشد با این حال هدایت از آنان خواست به جای نگرانی برای او نگران ایران باشند و تأکید کرد که جمهوری اسلامی رفتنی است اما رفتنش به کنش سیاسی اندیشیده و مبتنی بر وجدان وابسته است او در حالی بر وجدان جمعی تأکید کرده که در نامه پیشین خود مبنی بر آغاز اعتصاب خود این عبارت را کلیدواژه اصلی اقدام خود معرفی کرده به هدایت کنشگر 42 ساله که فعالیت سیاسی خود را با خط فکری اصلاح طلبی از اوایل دهه 80 شمسی شروع کرد و تا کنون سالها زندان از جمله 7 سال حبس بعد از اعتراض به نتایج انتخابات سال 88 را تحمل کرده جز محدود فعالان سیاسی در داخل ایران است که حالا به شکل علنی از براندازی جمهوری اسلامی صحبت می کند و خواستار آن است. او در جریان خیزش انقلابی در تهران بازداشت شد و بیم آن میرود که نوشتن و انتشار این نامه ها در مخالفت علنی با جمهوری اسلامی به اتهامات و مدت حبس او اضافه کند هدایت پیشتر و در اواخر خورداد جاری هم درباره اختلاف اپوزیسیون به ویژه در خارج از کشور و ضربه آن به جریان خیزش انقلابی هشدار داده و گفته بود این نزاع سرخوردگی در مردم دامن خواهد زد او در پایان نامه جدید خود وفاداری به وجدان جمعی را نه اندرزی اخلاقی یا راه حل مشکلات پیچیده اپوزیسیون بلکه از جمله نیازهای سیاسی برای تحقق براندازی و نجات ایران از منجلاب حکومت تمامیت خواه دینی دانست. هدایت هکنون برای تحمل چهار سال حکم حبس به دلیل اعتراض به سرنگونی هواپیما از سوی سپاه پاسداران در زندان ایوین محبوس است. نازیلا معروفیان روزنامه‌نگار زندانی پس از ده روز بازداشت و اعتصاب غذا از زندان اوین آزاد شد بر اساس گزارش‌های منتشر شده آزادی خانم معروفیان با قید کفالت و به شکل موقت انجام شده نازیلا معروفیان هشت شهریور و برای چهارمین بار در یک سال گذشته توسط مأموران حکومت بازداشت شد همسایه های خانم معروفیان پس از بازداشت او گفتند که نیروهای امنیتی در به منزل نازیلا معروفیان رو شکسته و اون رو در زمان بازداشت به شدت مورد ضرب و شتم قرار دادند بر اساس گزارش ها نازیلا معروفیان به دلیل جراحات در نتیجه ضرب و شتم توسط ماموران امنیتی در زمان بازداشت هفته گذشته برای چند ساعت از زندان اوین به بیمارستانی در تهران منتقل و مجددا به مند زنان بازگردونده شد شبکه حقوق بشر کردستان گزارش کرد که نازیلا معروفیان در اعتراض به بدرفتاری با خود در زمان بازداشت و با درخواست آزادی بیقید و شرط احتساب غذا کرده خانم معروفیان پس از دستگیری در یک فایل صوتی خبر داد که هنگام بازداشت مورد تعرض قرار گرفته او در بخش از این فایل صوتی گفته در شرایطی که بدترین حال ممکن را داشتن به من تعرض کردند وزارت خارجه آمریکا در واکنش به گزارش ها در مورد تعرض به نازیلا معروفیان اعلام کرد که واشنگتن از شنیدن این خبر منزجر و غمگین شده است وزارت خارجه آمریکا در صفحه فارسی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت در حالی که مقام های ایران با هدف ارعاب از خشونت استفاده می کنند، شجاعت ایرانیان در برابر چنین اقدامات مضمومی بیشتر نمایان می شود این وزارتخانه بر ازم واشنگتن به ادامه ی حمایت از حقوق و آزادی های اساسی مردم ایران و همکاری با متحدان و شرکای ایالات متحده با هدف پاسخگو کردن ناقضان حقوق بشر تاکید کرد.